بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مطلب، یکی از مطالبش حول فردا که عید حضرت حجت. همه اماما اینجورن، یکیشم امام زمان باشه، اینا در همه جا هستن، همه حرفی را میشنفن، همه فرد را میبینن. اگر بخوایم یه مثال عرفی مادی بزنیم، مثال نور، الان شما ببینید نور خورشید که هست در همه جا هست، همینجا نور الان تو خیابون هست، تو عراق هست، تو مصر هست، در هزارها شهر هست. چیه نور؟ یا یه مثال مادی دیگه، جاذبه. شاید خیلی تو مدرسه رفته باشید، جاذبه یه چیزیه که در همه کون هست. چی هم هست حقیقتش، ماها بلد نیستیم چیه حقیقتش، اما یه حقیقتی هست. امام زمان اینجوریه، امام زمان همه جا هست، جمکران یا مسجد سهله در عراق یا فلان جای خاص، اینا افضلن. مثل که خدا همه جا هست، بیت الحرام افضله، نه اینکه خدا در بیت الحرام در قم نیست. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا همه جا هست، چون ائمه اینا ممثلین خدا هستن، همه جا امام زمان هست. شما تو منزلتون هم هستید، به امام زمان توسل میکنید، میشنفه، میبینه، میتونه کارتون رو بندازه. یعنی خدا اینجوری قرار داده. یا مثال عرفی که بلدیم، ملک الموت عزرائیل، این همه جا هست. اینجور نیست یک جای خاصی باشه، حرف خاصی بشنفه، شخص خاصی گوش بده. حضرت حجت اینجور هست. اگر کسی هم میره در یک جای خاصی از برای زیارت امام زمان، اینجا افضله، نه اینکه اینجا متعینه. مثل که ما هر جا بگیم یا الله خدا میشنفه، هر جا بگیم یا الله خدا جواب میده، هر جا بگیم یا الله خدا حاجت میده. امام زمان اینجوریه. ما عراق بودیم، حکومت سعودی به چند تا معلم از عراق خواسته بود، 200-300 تا معلم. حکومت عراق هم فرستاد معلم از براش، از برای حکومت سعودی، واسه مدارس حکومت سعودی. یه دونه معلم کربلایی قصه رو سه ما نقل کرد، شاید شما هم شنیده باشید، چون این کربلا مشهور شد. این آقا در یکی از دهات مدینه معلم شد، ده 300 کیلومتر از مدینه دور بود. یاده معلم بودن، اینم بود معلم ابتداییه. حکومت سعودی اعلان کرد که اگر کسی تا فردا بیاد مدینه، ما از برای حج میفرستیمش. گفت که ما هم 4 تا معلم دیگه، منم یکی 5 تا، یه ماشین گرفتیم، ظهر بود، گفتیم ما رو برسون به مدینه. فاصله بین ده ما و بین مدینه هم 300 کیلومتر بود. گفتیم میتونی برسونیمون؟ گفت سعی میکنم. 300 کیلومتر دو برابر اینجا تا تهران. راه هم خوب نبود، فقط راه خاکی بود. گفت سوار ماشین شدیم ظهر رو، یه چند ساعتی راه رفتیم و
خورشیدم به غروب رسید و غروب نکرده بود، نزدیک غروب بود. یه وقت آقای سائق راننده اومد پایین. گفتیم چرا اومدی پایین؟ گفت راه رو گم کردم. چون هیچ علامتی نبود، فقط صحرا، رمل، بی علامت، هیچ پیدام نبود. گفت اون 4 سنی بودن، من شیعه بودم، هیچ کس هم نبود که از اینجا رد بشه. آخه انسان یا راه را با علامت میشناسه، با اسفالت میشناسه، یا با مسافر میشناسه، یا با قریه علامتی، کوهی، هیچ، همش صحرا. گفت ما ها خیلی متحیر شدیم، به خیلی ترسناک متحیر شدیم، نمیدونم اصلا راه کجاست، چیه اینجا، اصلا کجا هست. دو ترسناک شدیم، چون در صحرا هم شیر پیدا میشه، هم پلنگ پیدا میشه، هم اینها که به اصطلاح وبع کفتار پیدا میشه، و هم ممکنه دزد پیدا بشه، ممکنه از گشنگی بمیریم اصلا، هیچ کس هم نیست. گفت من فکر کردم اینکه متوسل به امام زمان بشم. اونا سنی بودن. از رفقامون دور شدم. از امام زمان به همه کار میخوره، نه تنها اینجا به کار میخوره. گفت دور شدم از رفقامون و تقریبا یه مسافتی رفتم، یه میدانی ازشون دور رفتم، اما مشغول توسل به امام زمان، در حالتی که قلبم منقطع بود، چشمم اشکناک بود، ترس عجیب داشتم خودم. گفتیم به امام زمان که به دادمون برس، خلاصه اینجا جاته که برسی به دادمون. گفت در این اثنا هیچ کم نبود، یه وقتم یک دونه ماشین اومد، یه ماشین کوچیک، هیچ کی در ماشین نبود غیر از یه نفر راننده سفید پوش نشسته بود تو ماشین. ماد من رسید، هیچی هم نگفت، من دستش اینجوری من اشاره کرد، اینجور، هیچی هم نگفت، یه جایی رو با دستش اشاره کرد. گفت که آمدم منو نگاه کردم، کوشتم نیستش، نه ماشینش هست نه خودش هست، حالا یا خود امام زمان بوده یا فرستنده امام زمان بوده، فرستاده امام زمان. گفت ما خوشحال شدیم و برگشتیم به طرف رفقا، بهشون گفتم اینکه این ماشین دیدیتش؟ گفتن ماشین نبود اصلا. گفتیم آقا یه ماشین الان از پلوی من رد شد، یه عرب توش نشسته بود، یه سفید پوش، صحبتم نکرد، اصلا با دستش اینجوری به من اشاره کرد. احتمال دادن که ما راست بگیم، دروغ بگیم، اشتباه کردیم. به سائق گفتیم خب راننده حالا سوارمون کنه، از این رو ببرمون، این اشاره که کرده. گفت آقای سائق هم سوار شد و از همین راهی که اشاره کرده بود اون راننده سوار شدیم. و گفت یه 5 رفتیم دیدیم مدینه است، که راه از دهه تا مدینه به این کوتاهی نیست، 300 کیلومتره. حالا شما بخواید 300 کیلومتر برید، از تا تهران هم باشه 4 وقت لازم داره. حالا بگید نصف راه هم اینا اومده بودن، 2 دیگه وقت لازم داره. گفتیم مدینه هست و غروبه، چراغاش هم روشن شده مدینه. گفت به رفقا گفتم دیدید این امامه زمان، این من. وقت این قصه یه دونه قصه نیست، صدها قصه است، همه تون هم شنیدید. آدم که مسجد جمکران میره، یا مسجد سهل در عراق میره، یا مقام حضرت صاحب الزمان میره، اینجور نیست که حضرت حجت اونجا باشن. مثل که ما میریم تو مسجد و توی نماز خوندن، خدا تو مسجده؟ نه، خدا تو مسجد نیست، خدا همه جا هست، فقط یه جاهای اقرب به خداست تا جاهای دیگر. انسان باید به نسبت به حضرت حجت اینجوری عقیده بکنه، عارفاً
به حقه. عارف به حق امام زمان یه آدم عادی نیست مثل ماها، یه بشر عادی مثل یه روحانی، یه مدین، یه مستجاب الدعا، اینجوری نیست. این امام زمانه یه روزی ظهور میکنه و دنیا را عدل و داد میکنه. دنیا هم روزی که حضرت ظهور پیدا میکنن یک جور دیگه میشه. دنیا در آیه قرآن داره یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر زمین میشه و سماوات، آسمان هم یه جور دیگه میشه، یه جور که خدا دستگاه نداره. این هم که پیش بعضی ها مشهوره که امام زمان خیلی میکشن اشتباهه. روایت داره که امام زمان که ظاهر میشن مثل حضرت پیغمبر عمل میکنن. پیغمبر یکی از صفاتشون این بود که رؤوف بودن، به همه رؤوف بودن، حتی به دشمناشون. در قرآن هم آیه داره خدا میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم. پیغمبر آدم لینی بودن با دشمناشون، با دوستاشون. حاجات مردم میدادن، مشاکل مردم حل میکردن، گوش به حرف مردم میدادن، آدم متواضعی بودن. همه حرفایی که هممون شنیدیم. کشتن حضرت حاجت بین مکه و بین کوفه تمام ظرفشم 6 ماهه، چون اغلب به حضرت ایمان میارن. حتی یهودی ها روایت داره همشون ایمان میارن، مسیحی ها تمامشون ایمان میارن. یه چند نفری هستن که اینا ضد حضرت هستن، مثل که چند نفر ضد حضرت پیغمبرم بودن، ضد حضرت امیرم بودن. اون وقت وقتیه که دنیا وقت خوبیش میشه. حالا وقت مشکلات دنیاست، لذا انسان باید همیشه در فکرش باشه که امام زمان چه آدمی است و چه جور ظهور میکنه و کیا هستن باهش. همین احوالی که غالبا هم شنیدید. فردا میلاد امام زمانه، ان شاء الله باید به امام زمان اینجوری ما معتقد باشیم، اینجوری که در روایت ها هست. عمر امام زمان 1000 ساله، خیلی آسونه. خدا تو قرآن میگه نوح یکی از پیغمبرها خود خداست، میگه 1000 سال بین مردم بود. فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. حضرت نوح 950 سال فقط تبلیغش بود. باشه خدا یه حرفا کاری نداره ظاهر بکنه امام زمان را بعد 1000 سال، 2000 سال، مسئله نیست حرفا. یه مطلب ما حول امام زمان و فرداست، یه مطلب حول خانوماست. حول خانوما چند صحبته. یه صحبت حول ازدواج دخترا و پسراست. چرا اینجور شده که اینا دیر افتاده، دیر میشه، نمیشه، مشکلات داره؟ اینا تقصیر خودمون. انسان هر جوری که سلوک کرد همون جور میشه. این مشکلاتی که در ازدواج ماها بار آوردیم ها، معلوم باشه خود ماها هستیم. یه شرایط زیادی و یه خصوصیاتی و پیغمبر به مسلمان ها یاد دادن که دخترتون را 10 ساله شوهر بگیر. همه همون شنیدیم دیگه. دختر پیغمبر حضرت زهرا 10 سالش بود، یعنی 9 کامل شده بود، 10 شده بود، پیغمبر شوهرش دادن. خود پیغمبرم بعض زناشون را 10 ساله گرفتن. حالا میگیم 10 سال مثلا 12 سال، 13 سال، 14 سال. اما میگه آقا باید مدرسه بره تا یا خانهش رو منظم بکنه. این حرفای عادیه واقعش. خدا در قرآن گفته اگر فقیرم باشید پولتون پای من. خدا راست میگه دیگه،
أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نص آية قرآني از این قصه هم زیاد شنیدید. یک کاری پیغمبر کردن که وقتی آمدن مدینه جمعیتش خیلی کم بود، همه مدینه جمعیتش وقتی پیغمبر آمدن 10,000 نفر بود، اما پیغمبر تمام دخترها رو شوهرشون داد. اگر یک دختری هم خانمی شوهرش کشته میشد یا شوهرش میمرد، پیغمبر شوهر دوم بهش میداد. اگر شوهر دومش هم کشته میشد یا میمرد، شوهر سومش میداد. زنه بی شوهر نمونه. اسماء زن جعفر، شوهرش کشته شد، جعفر ابن ابی طالب، در موته یعنی در اردن، یه شوهر دیگه کرد، اون شوهرش هم مرد، یه شوهر سوم کرد، شوهر سومش حضرت امیر بودن. حمزه سید الشهدا هم خیلی هاتون شنیدید، این کشته شد، شهید شد، زنش شوهر کرد، شوهر دویومش هم مرد، یه شوهر سوم گرفت. چرا این؟ واقعش منهج اسلام یعنی حرفای پیغمبر رو ماها بشنفیم. زنمون، مردمون، هرچی پیغمبر گفته چشم، چون شبهه نداره که پیغمبر از ماها عاقل‌تر بودن. غیر از که ما معتقدیم که پیغمبر از جانب خدا بودن. اگر اینکه این معتقدن مسیحی های یهودی ها نباشن، یه مرد عاقلی بوده پیغمبر. باید دختر همت بشه زود شوهرش داد. این شرائط آداب هم صحیح نیست. پسر را هم باید زود زنش داد، 17-16 سال باید زنش بدن. اگر نه، خدای نکرده، ممکنه در حرام بیفته، در انحراف بیفته. سلمان همتون شنیدید؟ سلمان را هم همه بهش معتقدن، هم سنی ها هم شیعه ها. یک حرم بزرگی داره، قبر بزرگی داره، سنی ها و شیعه ها اونجا نماز میخونن، نماز جماعت میخونن، صحن بزرگ میسن، حضر معصومه داره، خیلی هم ازش تقدیر میکنن، حاجات میده. سلمان فارسی، این آقای سلمان فارسی یه نفر ایرانی بود، رفت و به پیغمبر اسلام آورد. پیغمبر اسلام آورد و پیغمبر که از دنیا رفتن، 3-4 جا سلمان رفت شخصیت شد. یک مدتی اصفهان بود. اگر هیچ کدومتون اصفهانی باشید، یه جایی در اصفهان به نام جی الان جاش هست که اینجا بوده سلمان. یه مدتی رفت سوریا حاکم شد، دمشق. یه مدتی رفت بغداد، بغداد هم حاکم شد. مدائن اون وقت بهش میگفتن. رفت اونجا هم حاکم شد و همونجا از دنیا رفت. قبرش هم همونجاست. انشاءالله میرید زیارتش میکنید. سلمان رو. آی سلمان آمد مدائن یک زن گرفت. زنش در یه خانه چند نفری بود. یعنی اینجور نبود مثل حالا که دخترای ما میگن الا باید خانه مستقل داشته باشیم. نشسته بودن اینا، وارد خانه شد سلمان بر زنش، دیدی دختری تو حیات داره را میره، حیات خود. سلمان پرسید دختری کیه؟ گفت این دختریه. حالا صاحب خانه ها بود، حالا نمیدونم کی بود دختره. پرسید شوهرش کیه؟ سلمان. گفتن شوهر نداره. گفت از پیغمبر شنیدم که اگر این که دختری به حد بلوغ برسه شوهرش ندادن کار غیر صحیحی بکنه، خدا گناه را گردن پدر و مادرش می‌نویسه. پدر مادرش میگه چرا شوهرش ندادی؟ یه جوانی آمد پیش پیغمبر به نام عکاف. حالا ها اسم نمیذارن عکاف. پیغمبر ازش پرسیدن، چون جوانا دخترها رو که پیغمبر میدیدن میپرسن زن داری شوهر داری، از جوان پیغمبر پرسیدن این که زن داری؟ گفت نه.
گفتن بدنت سالمه؟ گفت بله. گفتن قدرت زن گرفتن داری؟ گفت بله. گفتن پس تو از اخوان و شیاطین و رهبان نصارا هستی، تو مسلمان نیستی. فانت اذن من اخوان الشیاطین و من رهبان نصارا. اینقدر دست پاچه شد گفت که همین امروز زن میگیرم. گفتم برو بگیر. رفت و زن گرفت. این تو تاریخ ما داره. ازدواج شأن عشون حیات مثل خانداریه، مثل نهار و شامه، مثل سفره، همه میکنن. فقط اینجا که میرسه هی مشکلات درست میکنن. پسره تا درسش بخونه، دختره تا درسش بخونه، سربازیش بره پسره، و مشکلاتی که همه تون بلدید، این مشکلاتی که ماها گذاشتیم. هر وقت مشکلات را کم کردیم اینا خلاص میشه. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمان تخففو تلحقو، سبک پیشید میرسید. شما از اینجا تا تهران که میخواید برید یه بار میخواید بردارید 100 کیلو نمیرسید، یه بار بردارید 5 کیلو دستو میگیرید میبرید. حضرت فرمودن تخففو تلحق، سبک بشید میرسید. ازدواج را باید بهش اهمیت داد. سه، هیئت خانما باید همشون هیئت داشته باشه. چرا هیئت ندارید؟ مرد ها یقدی هیئت دارن، خانم ها ممکنه دو تا سه تا چهار تا هیئت داشته باشن. هیئت قدرته. پیغمبر فرمودن ید الله مع الجماعه. پیداست یه سنگ بزرگه، من تنها میتونم ورش دارم؟ نه. اون آقا تنها؟ نه. اون خانم تنها؟ نه. با هم شدیم میتونیم ورش داریم. ید الله یعنی قدرت خدا با جماعت. سیوم، باید خانوما همشون هیئت درست کنن. راست بچه دارن، خانه دارن، مردم کار دارن، کسب دارن، منافات نداره. انسان خدا یه جوری خلقش کرده که هر کاری که بکنه میتونه. همین کارهای عرفی قصد. اگر هیئات درست کردید شما خانوما، اونم صدها هیئت، کاراتون را میفته، کار خودتون را میفته. تو هر هیئت هم یه صندوق خیری باشه، صندوق خیری پول جمع بکنه. دختره میخواد شوهر کنه، پسره میخواد زن بگیره، خدای نکرده ناخوش دارن میخواد برنش بیمارستان، فقیره، شوهرش مرده، مشکلی داره، حل کن مشکلشونو. خیلی آسونه با هیئت. تنهایی به قول مشهور میگن یک دست کف نمیزنه، دو تا دست که با هم شد کف میزنه. باید همت کنید هیئات درست بکنید. هیئت، هیئت روز پنجشنبه ای، چهارشنبه ای، شبی، روزی با هم میشینید، 10 نفرید، 8 نفرید، 6 نفرید، صحبت میکنید چیکار باید بکنید. بقید زحمت داره بی شبه. در علم حدیث ثابت شده اینایی که زحمت میکشن صحت بدنشون بهتره. یعنی کسی باشه زحمت نکشه، بخوره، بخوابه، راحت کنه، یا کسی باشه زحمت بکشه، این صحتش خدا یه جوری قرار داده که بدنش این بهتره، سالمتره. باید هیئت درست کرد. اینم یه دونه مطلبه یادتون باشه انشاءالله. هیئت هیچی هم نمیخواد، اجازه این حرف هم نمیخواد. یه مطلب دیگه، مطلب کتابت، تألیفه. زنها چرا تألیف نمی کنن؟ ما گاهی شد هر 1000 کتاب ببینیم یکیش مال خانم هاست. چرا؟ با اینکه قدرت دارن، سواد دارن، درس خوندن، معلمن، شاگرد مدرسه هستن، دانشگاه میرن، باید سوادشون بنویسن. چرا نمینویسن؟ یکی از کارهایی که غرب جلو رفته مال نوشتناشه.
سیل غربی ها تألیف کردن. یه خانمیه من شنیده بودم، یه دفعه دفعه به رفقا گفتم اینو، که این در غرب و زیاد مسیحیه، این کتاب درباره مسیحیت می نویسه. یه اسم عجیبی هم داره خانمه، جاثا کریستی. من نداشتم کتابشو، فرستادم آورده، الان دارم کتابشو. این خانم کتاب نوشته، کتاب نوشته، کتاب نوشته، کتاب نوشته. الان که با شما صحبت میکنم این 2 میلیارد کتابش چاپ کرده، یعنی 2000 میلیون. میلیون که میدونی چقدره؟ 1000 میلیون میدونی چقدره؟ 2 میلیارد میدونی چقدره؟ یه خانم عادی هم هست، زنهای دیگه همینجور. با اینکه اسلام، اون دفعه هم به شما گفتم اول زن اسلامی کتاب نوشت حضرت زهرا هستن. زهرا خودشون رو به تنبلی زدن. من نمیخوام بگم تنبلی میکنن، باید یاد بگیرن کار کنن. خیلی آسونه دیگه، مؤلف بشن، مؤلفه بشن. هر کسی قلمی داره، قدرت داره، چون هر کسی خدا با خودش حساب میکنه. تو آیه قرآن هم مکرر داره من ذکر او انثا، مرد باشید یا زن باشید. خاصه این نیست که مرد باشه تا تألیف کنه، تا قلمش به کار بندازه. انسان وقتی همت کرد پیش میره. بله خانمای کم هستن، در اصفهان یه خانمه، تهران یه خانمه، دو خانمه، شیراز یه خانم، دو خانمه، خراسان یه خانم، دو خانمه، کمن، خیلی کمن. با اینکه قدرت خود پیغمبرم اول کاری کردن همین کار بود، دختر خودشون رو، با اینکه دخترشون خیلی کارم دور، چون دختر 10 ساله شوهر کرده، 5 تا بچه زاییده، حالا 5مش سقط شد و مشکل پیدا کرد. کارای خانم همه گردنش بوده معلوم باشه، آسیا میکرده، نون میپخته، رخت میشوشته، مغزل داشته، جارو میکرده، آب میکشیده، تألیفم کرده. اسمش هم اگه یادتون مونه، اسمش مصحف و فاطمه. مصحف در لغت عربی معنی کتابه. و همچنین در ما در تاریخ اسلامی داریم زنها خیلی کتاب نوشتن، اما متاسفانه حالاها دیگه نمی نویسن. با اینکه قدرتشون دارن، مدارس خیلی مدارس داریم، معلمین خیلی هستن، معلمات خیلی هستن، مدیرات مدرسه خیلی هستن، نویسنده خیلی هست، اما زنان نمی کنن این کارا رو. اینم یه موضوعه. یادتون باشه، هیئت یادتون نره. یه موضوع دیگه منبره. منبر که خیلی آسونه. منبر عبارت از جایی مثل اینه، میره بالای منبر حرف میزنه. باید خانم یاد بگیره منبر بره. شما همه تون قدرت منبر دارید الان. همه شما ها قدرت. منبر عبارت از اینه که یه مطلبی میگه بالای منبر، خانم جلسه به اصطلاح. شما خانم جلسه بشید، هم خدا خوشش میاد، هم مردم خوشش میاد، هم خودتون شخصیت پیدا میکنید. خدا هم شخصیت پیدا کنه، خانم جلسه خیلی آسونه. چون همین قدری که مرد ما داریم و محتاجیم، زن داریم و محتاجیم. مردا فقط عادت کردن بلد منبر برن، زنا کم میرن. بله زنا میرن، کم میرن. یه دفعه به شما گفتم در کویت ما یه عده دختر تربیت کردیم. بهشون گفتم که با حالا شما نمیخوام بگم الان بهتون. گفتم این که شما ها نماز جماعت بخونید. به زنا. خیلی تعجب کردم. زن نماز جماعت؟ بله زن نماز جماعت. دو تاشون که خوب یادمه الانم هستن نماز جماعت رو ایستادن واسه زنا. یه دونهشون 300 تا خانم باهاش نماز جماعت میخونن، همین الانم هست. یه خانم هم 700 خانم باهاش نماز جماعت میخونن. 300 و 700 نه، یعنی هر روز ها، گاهی حتی کمتره، گاهی حتی زیادتره. خب پیداست جمعه ها بیشتر میشن، وفات ها، عید ها بیشتر میشن. خلاصه زنها مثل مردها ازشون کار برمیاد. فقط زنها
اگر تنبلی بکنن تقصیر خودشونه، چون خدا به هر کسی قدرت داده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این یه آیه است. یه آیه دویم دیگه هم هست، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا هر چی بهتون داده از شما میخواد. دو تا آیه است. به شما دینار داده، دینار میخواد. درهم داده، درهم میخواد. خانم ها همینجور هستن. وقت منبر باید یاد بگیرید بیرید. ممکنه روز اول، دوم، دهم خجالت بکشید، راسته. اما خجالت آخر نداره. اگر اینکه پول دارید، منبر مفتی بیرید. اگر پول ندارید، منبر پولی بیرید. اونم جایز شرع. همه محتاج منبری هستن. همین الانه چند روز دیگه ماه رمضان دیگه. اگر تو همین قوم 100 تا هیئت زنونه باشه، 100 تا مجلس باشه که خانما میرن منبر، چقدر قیمت داره؟ بیکار نیستن. وقت خانداری و بچه داری هم خیلی نیست واقعا. اگه انسان بخواد خیلی آداب قائل بشه، خب مشکله. اگر بخواد عادی باشه، عادیه. یکی از کارهایی که پیغمبر گردن مسلمان ها گذاشتن اینکه ساده باشن، ساده بیزیست کنن. خیلی قسم داره. اینم یه موضوعه، انشالله یادتون نمیده. یه موضوع دیگه، این موضوع آخری که دارم میگم مربوط به ماه رمضانه، خاص خانما نیست، ولو خانما هم در جزش هستن. یه مردی بود در بغداد، آدم خیلی بدی بود، غالبا شراب میخورد، زن مغنیه تو خانش بود، پسر بودن، همش کار خراب میکرد. اصلا کارش این بود. یه روزی، خب دیگه آدمی که شراب میخوره پیداست، مشغول این کاراست. قول عراقی ها کرزات خورده بود، خودش و دخترها و زنها و همون لاتاشون. کرزات یعنی بادم و فندق و این چیزایی که پوست داره. بعدم پوستاش جمع کرد توی یه دونه کاسه ای، داد به یک دونه از خانما، گفت خانم این برو بریز بیرون، بیا کثیف نباشه مجلسشون. خانمم پوستا رو برداشت رفت بیرون ریخت. وقتی رفت بیرون ریخت، دید مردی گفت به این خانمه، گفت این خانه کیه؟ گفت چطور؟ گفت این همش صدای ساز و آواز توش میاد، ساز و آواز حرامه. این شبانه روز، اون وقتا که رادیو هم نبود که آسون باشه، اون وقتا بنا بود فرض کنید دو تا زن حالا ساز و آواز بخونن، چهار تا زن، دو ساعت دیگه، دو تا زن، چهار ساعت دیگه، اینجوری بود. آقاهه از این خانمه که آمده زباله ها رو بریزه پرسید اینجا خانه کیه؟ معروف خانه کیه؟ گفت این آقای صاحب خانه، آقاه گفت این بس یا آقاست؟ گفت چی میگی؟ آقای مهمیه. آقاه که از این سوال کرد، گفت راست میگی، اگر بنده بود، بنده خدا بود، این صدا از خانش بلند نمیشد شبانه روز. شنید. آمد تو خانه، زنه آمد تو خانه، جاریه. آقای خانه گفت چرا طول دادی؟ این زباله رو بخوای بریزی بیرون، در خانه اینجا نیم دقیقه میشه میاد، تو حدود 5 دقیقه طول دادی. گفت یه آقای تو کوچه اینه به من گفت. آقای خانه پای برهنه دوید تو کوچه، ببینی کیه این. پای برهنه آمد در کوچه، رسید به آقایی که با کنیزش صحبت کرده بود، دید موسی بن جعفرم.
این آقا که این صحبت کرده موسی بن جعفر هستن. افتاد رو پای آقا و پاهای موسی بن جعفر بوسید و گفت دیگه من توبه میکنم، از این کارا نمیکنم. و الحمدلله توبه کرد. این آقا اسمش بشر حافیه، الان تو بغداد هست. یه خورده احترام کرد خدا را، 1400 سال خدا احترامش کرد. الان من دیدم تو بغداده، قبر داره و بارگاه داره و شخصیت داره و آقایی داره، بشر حافی. حافی هم بهش میگن چون پا برهنه آمد پی موسی بن جعفر، بشر حافی. خب چرا این کار را کرد؟ کلامون هم یک کلمه بود که این مربوط مارمزونه. این آدم خماری بود، همش شراب میخورد، شراب میخورد، فسق و فجور میکرد، با زنا با پسرا کارای بدی میکرد تا وقتی توبه کرد. یه روز قبل از قصه موسی بن جعفر از خانه بیرون آمد، برای سر یک کاری. در کوچه دید اینکه یک تیکه ورق قرآن افتاده، خیلی بهش برخورد که ورق قرآن اینجوری انداختن تو کوچه. ورق قرآن برداشت و 4 درهم، 4 درهم یه پول خیلی کمیه، حالا فرض کنید 2 تومن، 4 درهم رفت از دکون عطاری عطر خرید، دستی کمی اوراق ورق قرآن را عطرمالی کرد، با 4 درهم گذاشت توی شکاف دیوار. دیوار شکاف داره دیگه، اهانت نشه. این سبب احترامی که از قرآن کرد، سبب این شد که خدا موسی بن جعفر را در خانش فرستاد و تا حالا 1400 ساله این شخصیت. 4 روز دیگه ماه رمضانه، قرآن یادمون نره. قرآن کتابیه که مسلمونها را برد آقا کرد. از روزی هم که قرآن را ول کردن، که حالاها ول کردن مسلمونها قرآن را، اومدن پایین. این چراغ بود، روشنش کردن روشن شد، ولش کردن خاموش شد. روایت داره که قرآن اینجوریه، آدمایی که قرآن را احترام میکنن، به احکامش عمل میکنن، بالا میرن. دست خداست کارا دیگه. قرآن روایت داره یک تنافیست، یک سرش دست خداست، یک سر دست ماها بنده هاست. هر کی تمسک به قرآن بکنه خدا بالاش میکشه، هر کی تمسک به قرآن نکنه سقوط میکنه. ماه رمضان انشاءالله مجالس میذارید، مجالس زنانه، مجلس هیئت قرآن باشه، قبل از منبرتون، قبل از صحبتتون مجالس قرآن باشه، مسائل قرآن، احکام قرآن، اخلاق قرآن. قرآن خیلی زیباست، زیباترین کلامه. یعنی شما یه خانم ببینید زیبا، یه عروسک هم ببینید، یه عروسک هر چی زیباش هم بکنید به اون خانمه نمیرسه. قرآن اینجوریه، هر چی آدم کلام زیبا ببینه قربان، قرآن از اون زیباتره، قرآن از اون قشنگتره. و اگر در مجالس قرآن باشه، تفسیرش باشه، این آیات چی میگه، چه مطالبی داره، چه کار میخواد بکنه، آدم بالا میبره. اینا 4-5 تا مطلب بود به مناسبت میلاد حضرت حجت، به مناسبت ماه رمضانی که چند روز دیگه هست و کاری که باید بکنیم، به مناسبت خانوما که باید همت داشته باشن خودشون را از عقب افتادگی جلو بیارن. چون انسان ممکنه عقب بیفته، ممکنه جلو بیفته، جلو و عقبش دست خودشه. هر کی میخواد خودش جلو میندازه، هر کی میخواد خودش جلو نمیندازه. انشاءالله امیدوار هستیم که فعالیتاتون قبول باشه،
ان شاء الله امیدوار هستیم که هم موفق بشید به مجلس های ماه رمضان، حیات قرآن. میگم این کارهایی که ما میگفتیم همش آسون، یه کار مشکلی نیست. حالا اگه انسان بخواد یه جایی کوهی بکنه، دیواری درست کنه، زحمتی بکشه، کار مشکله، ولی این کارهای آسونیه. اگر ما عادت بر این کارا بکنیم، وقت میبینیم چقدر آسونه و چقدر پیش انسان میره، جلو میره، حل مشاکل انسان ممکنه بشه. اصطلاح خواسته های انسان باید بشه برآورده بشه. از این حرفایی که همتون بلدید و همتون شنیدید، انشاءالله امیدوار هستیم که قبول باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.